هموطن خوب مانده نباشین، من همراه با آقای سعید مشتاق نازنین که ایشان یک از جوانای فعال تیم رضاکاری هستند که در تمام این بحرهای سخت و این خشم طبیعت سیلبردی که صورت گرفت که در چارکار پروان را واقعا متضرر ساخت، بسیار آسیب ها دیدن، یک جوانی بودند که دوشادوش تمام اینا فعالیت کردند، کوشیدن و این مردم را کمک کردند. و من و اینا امروز میفهمین دقیقاً به نزدیکی سرمنشه ای سیلاب آمدیم. نزدیک کجا آمدیم؟ نزدیک دره کلان. نزدیک دره کلان آمدیم و میخواییم برای شما نشان بدیم از جایی که این سیلاب شروع شده و تا کدام جاها رفته. و وقت میذارم شما هم صحبت. تشکر، سلامت باشین. سعید مشتاق موحد هستم، عضو کمیته رضاکار کمک به آسیب دیدگان. سلامت باشین. بازم من سلام برای بینندگان برنامه شما تقدیم میکنم. بخیر باشین. ما شما دقیقاً در نزدیکی دره کلان. نزدیکی دره کلان است. یعنی در 100 متری شما موقع داریم. در تصویر دقیقاً دیده میشه که عمق فاجعه یا مبدا سیلاب ها از اینجا شروع میشه. که دقیقاً به طرف غرب یک طرفش، یک دست سیلاب میره به طرف پارچه 11. به طرف پارچه 11 اینجا پارچه بندی شده، یعنی پارچه منطقه بندی شده. حالا از لحاظ فرهنگ شهری ما برش پارچه میگن، چون همی عرف هم اینجا است. پارچه 11 را کور کرده که او ساحات کاملا تخریب شده و ما رفتیم دیدیم از نزدیک. بله بله. و اکثریت تلفات جانی هم دو ساحه بوده. دست دوم سیلاب بازم رفته به پارچه 9 امو طرف. و یک دست دیگه سیلاب که شما میبینین اینجا مکمل یک سیلبرد است، از امی دره پایین شده، موقعیت گرفته به شهرک احمد شاه مسعود. از اینمی تو رفته دیگه. بله. دقیقا اینمی کوه که در اینمی وسط است، یک خانه سفید که معلوم میشه. بله، تپه. یعنی تپگک. از اینمی پشت از اینمی، از اینمی دو شاخه شده، نیمش او طرف رفته نیمش این طرف آمده. بله، شما میبینین که همه پایه های مخابراتی، پایه های برقه کلن تخریب کرده اونجا. بله. افتیده. آره. 34 دانه افتیده، 12 هم افتیده. خوب، دلیلی که اینمی سنگ ها بالاخره سیلاب جریان گرفته نتانسته به طرف مبدا یا منشه که سیلبرد ها بوده. دلیلش این است که شما در تصویر میبینین این ساحات سیلبرد است، یعنی ساحاتی هست که اگر وقوع سیل یا چیزی به وجود می آید، سنگ و اینا و تمام ای آب از امی منطقه باید بگذره و بره، عبور کنه بره. ولی ایجا نباید خانه ساخته، نباید خواست ساخته می شد که اینا کل ساحای غصب شده هسته که غصب شده و بر مردم مظلوم، بر مردمی که فقیر هستن برشان فروخته شده، چون هیچ کس راضی نیست که سیل برده بخره. ولی به دلیلی که بر اونا فروخته شده خریدن، خانه امار کردن. حالا ما شما میتونیم بگویم که امی سیل برده که همین جایی که ما هستیم، این سیلبرد میتونست مثلا شهرک احمد شاه مسعود چی نکنه، تخریب نکنه. بله. ما شما در آقا آمدیم شهرک به همی اسم هسته. بله. بله، دو جاده عمومی که سرکای قیر است دیدین که کلن ویران ساخته. آله از همی بالا میبینیمش. درست. بله، خسارات مالی بسیار زیاد داره. بیشتر هم ما شما مصاحبه کردیم با یک فامیلی که دمی قسمت شهید داده بودن. بله. خب، حالا اینمی میتونست که از مسیر سیلبرد عبور کنه، به دلیلی که پیشوای خانه ساختن، در مقابل از خانه های رهایشی جور کردن، اونجا دیدین که باغ جور شده و طلای عروسی جور شده. اینمی باعث شده که سیلاب ها بر خانه ها بره و مردم تلفات. یک سوال دیگه ای که امی سنگو و اینا کلش سیلبرد آورده یا اینجا اینا کلش از خانه ها زده شدن؟ میبینی خیلی سنگ است. بسیار سنگ و به امو منطقه و چقدر سنگ های کلان از اینجا خطا خورده. بله. اصلا سنگ های بزرگ یا سنگ های کلان در مسیر امی دره است. چرا اینمی جایی که خانه ساخته شده در کل شهرکار شما میبینین، خانه را میبینین، اینمی جا ببینین مثلا به طور مثال اون سنگ میبینی سیلبرد سیل ناوردیشه. ولی دونمو مسیر هر چقدر سنگی بوده نم شده، نم کشیده و آب به خودش آورده و سر خانه آورده، سدیشه و آورده. درست میگه. خب، و این آب از همین طرف سرمنشه میگیره و دور میزنه. بله. و هیچ سرکی هم حتی سالم نمیمانه. کانکریت، یعنی مثلی که شما میگین. بله. که نظر به سروی اینا یکی از بهترین سرکای منطقه بود از نگاه کار و ساختش و اینا. در حد این سنگا جبله میخوره و میخوره به این که بیخیر این سرک توته توته شده. سر عجیب است. و این طرف که میبینین کلی خانه بود، ببینین ساره بسیار دقیق. این همین جایی که شما میبینین امیال کمی بعد تبدیل به یک ویرانه و یک جای فاجعه شده، این خانه بود.
ما به یاد دارم ما تصویرش هم رفت بس شما میذارم زمینیش رو خانه بوده. اینی سیل برد است شما ببینید. دب ولی دب انوزم است اونو لوشه و این چیزا. اینا میگن سعی کنین شما نمونه شه. اینی خانه است فقط ده یک متری سیل برد. اونو کلش خانه است که ده سیل برد بود. شما اون طرف ببینین فقط امو جسدای خانه و از لحاظ کنکریتش باقی مونده. دیگه لباس مردم، خوراک مردم، جسد همیشان برده و پایینا و چون شبم دو بجه شب بوده هیچ کس آگاهی نداشته و متاسفانه که کمیته استرار یا هواشناسی هم اعلام جدی نکرده و یک اعلامیه که داده بودن حکومت محلی پروان در قسمت توزیع و در قسمت توشه و بالاخره پخشش برای مردم آگاهی دادن برای مردم نداده بود. در حالی که امو بزرگای محل میگن وقتی که امو ابری که اینجا بود یک ابر سیاه بود و ابر سیاه بسیار به اندازه همی دره کلان بود، هر وقتی که ابر سیاه اینجا پدید میشه احتمال سیلاب های بسیار قوی میره. سر از اون برای مردم آگاهی داده نشده بود. و یک چند قدم دیگه هم میریم شما میبینین این ساعتی که دیگه هیچ خانه واقع نمونده. این که ما حال قسم گپ میزنیم ما در واقع داریم در مورد یک اتفاق بسیار فجیحی که از ساعت 2 شب اتفاق میفته و همه زندگی مردم در ظرف یک ساعت هم کمتر از یک ساعت تا 10 دقیقه زندگی اونا را از بین میبره. و ما فقط یاداوری که میکنیم چقدر خلاص و کوتاه است ولی اون یک چی واقعای در خانه افتاده او را خدا خودش میفهمه. نمونه‌هاش چند تا دیدیم. بله. خوبه. حالا چیزی که مردم نیاز دارن آسیب دیدگان سرپناه است، خانه است. چیزی که اگر دوباره در اینجا برشان بنا شوه بازم سیلاب میبرشان و اینا هراسان شدن، در ترس شدن. بعد از سیلاب هم چند شبی که آسمان خیره شد، باران شد، از اینجا متضررین کلن فرار کرده بودن، مردمی ساعت ترک کرده بود. شخصا خود ما که خانه ما در پایینا هست از ترسی که سیلاب ما را دیگه دوباره نگیره ما ترک کرده بودیم خانه خدا در خیلی پایینا. به دلیلی که مواجه شده خانه با سیل برد و سیل برد بسته است و در کل شهر ای پخش شده از همونجا آب زده ای رقم آمده و از ارمی جایی که ما شما ایستاده است ممی تپگک از پالوی از او زده آمده به این طرف و به شهر رفته آلی شما بیاین که این طرف را ببینیم. سنگ ها را آورده و هر سنگ میبینین که مستقیم کمره ما شما یک باغ بسیار قشنگ بوده. حالا جز یک خانه بسیار کوتاه ازی مانده و دیگه معلوم نمیشه. به این سمت که هتل عروسی را شما میبینین هتل عروسی قرار بود جور شوه. حالا از اون هیچ چیز باقی نمانده. پیشتر از اون جاده خیلی قشنگ بود دو سرکه که 40 متره برش میگن اونم اون 40 متره گلدانها داشت. شما میبینین انوزم مثلا برقش فعال بود، یک سایه بسیار مفشن و قشنگ بود که جز آوار تخریب شده دیگه چیزی باقی نمانده از اینا. بله میبینین سنگ ها را با چی عظمت های آمده و اصلا دلیلی هم که خیلی موترات تکه تکه شده و شاید خیلی ها انوز هم نمیفهمن فامیل ها پیدایشان نکرده زیر اموار ها باشن امی سنگ ها بوده که ده اونا خورده و اونا افتادن. بیاین امرای ما که این طرف ببینیم امی رقم که تمام این سنگ و این تمامی فاجعه آمده ما یک چیز دیگر را براتان نشان میدم که برای شما بیخی همی در کلان مکمل واضح شود. دقیقا ما دمی جایی که هستیم اونو گلغندی است، جایی که مده بهار پیشتان آمدم ارغوانزار جایی که آمدم براتان تمامی ارغوان را نشان دادم و دوربر این جای ما آرزو میکردم خانه ما باشه که هر روز بیام یه ارغوان ببینم ده. ولی امروز کسایی هم که اینجا هستن برالاوی ازی که آرزویش ندارن که هیچ دیگه حتی که با پولم بتیشه اینجا کس زندگی نخواد بکنه و شاید میله های ما و شما هم که دیگه به اینجا بیاییم هر لحظه در انتظار یک سیل برد باشیم. بسیار وحشتناک است. ببینین اونجا را دقیقا همون سرکی که گفتن. بله اینی خانه است. موتر سفید 2000 استاد است. این یک آوار گل نیست، دقیقا این کلش بخش خانه بود، خانه های بسیار مفشن ولی هیچ چیز از این باقی نمانده، کلا زیر آوار گل است. خوب اصل فاجعه یا همو کلان بودن عمق سیلا در اینجا معلوم میشه. ببینین یک خطش در کجاست. اینی خانه را میبینین خانه سبزه. بله. ببینین در کمر و خانه هستن و بله. یک خط دیگهش در اینجا بوده. بله. اینجا حالا وقتی که به این هیبت سیلاب میره محترم امراهش، سنگا امراهش، جسدای امراهش، شاید ما از این شهرک جسد کشیدیم، از قسمت پایین جسد کشیدیم.
کمیته اصرار جسد کشیده. آدم مرد موتران که بر ما گفتی؟ بله. بر لاوی جسد بله. که در بین موتران بیشتری ها بودن. بله بودن. چند تا موتر تنها از امی ساحه برداشتی؟ فقط اینمی موتری که فعلا سنگار انتقال میته در دمیتری اونمو یک موتر مرسدیس بود که همراه چهار نفرم اینجا گرفته بودشان ها. دام اینجا و این تمام جای خاکی که میبینین که افتاده این تمامش گلها و خاکایی است که موتر از خانه ها از جاها کشیده میرن و به این مناطق میندازن تا اوجاها رو منظم بسازن. وقتی که سیلاب از اون قسمت میایه اصلی قوتش اون طرف میباشه، مردم از اینی ساحه از اینی خانه با موترهای خود بالا میشن بخواین فرار کنن یا پایین شون، همون لحظه اونا را میگیره و به جایی که اونا سالم بونن بیشتر کشته میشن و میزنشان و میارشان و موترهایی را که به شما نشان دادم دیگه پشتر نرن که نمیدون و اینجا هم موترها را میاره و اینجا هم موترها را میاره و اینا متاسفانه که متضرر میشن. او طرف هم دره گلغندی هست، قسمی که میبینین امیال هم مردم در کشمکش همی هستن که امی گلا و کلی می چیزها را از موترهای خود پایین میکنن که برن و دوباره همی خانهشان سالم بسازن و اویی که چقدر ضرر دیدن او را خدا خودش عالم است. خیلی یک واقعی وحشتناک بود و خیلی ترسناک بود. دقیقاً در این واقع چقدر نفر شهید، چقدر زخمی و چقدر در کل بی خانمان شدن؟ یکی آماری است که کمیته اضطرار و دولت اعلام کردن. آمار شهدا را 160 نفر اعلام کردن و از زخمی ها را 250 و خانه هم که ویران شده 1000 خانه را به طور کلی تخریب کرده. یکی بررسی ما به عنوان همشهری هایشان یا به عنوان کمیته رضاکار بوده که از روز اول تا حال هم اینا اول. با اینا در کار هستن، دمکاری هستن. بررسی که ما داشتیم اینجا و کمیته رضاکار داشت اینجا زیاد از شهید، شاید حدود 300-400 شهید است. چون امروز هم ما شما که دسته ها رفتیم نمونه های شدیدین که هنوز هم گم از خواهر کسی، گم از مادر کسی، گم از برادر کسی و زخمی ها همچنان زیاد بودن، حدود 400 زخمی و اکثریتش هم کابل انتقال داده شد که زخمی های شدید بودن و اکثریتشان که وقتی زخمی بودن سطحی، وقتی که عزیزشان فوت کرده رفتن طبعا با عزیزشان مثلا در کنار از او مصروف شدن و خانه هایی که خراب شده 2000 خانه خراب شده و 1000 خانهش دیگه قابلیت ترمیم هم نداره. دقیقا حال اینا به بیشترین چیزی که در همین زمان همین مکان دولت خود ما شما میبینیم به چی روزگار است، به کمکی که از طرف ما هموطناشا نیاز دارن به نظر شما چی خواد بود؟ اینا بگذارین ما به دو بخش تقسیم بکنم، یکی اضطراری یکی هم بنیادی. اگر به این سر بحث اضطراری بحث کنیم، کمک های اضطراری میشه ما گفت که لوازم خانه ندارن، دیدیم ما شما رفتیم بله، لوازم چیزی لوازم ندارن. خانه ندارن، لوازم آشپزخانه ندارن، لوازم خواب ندارن، مهمتر از او مواد غذایی درست برشون برسه، در عین زمان مراقبت از چیشون شوه، زخمی هایشون شوه. امروز ما شما رفتیم در خانه که زخمیشان خانه دیگه کس بود بله. بدلیل که خانه نداشتن. یکی کمک بنیادی است که میشه پول نقد و ایجاد یک سرپناه برشون گفت. بله بیشک به این مسائل نیاز داره. دقیقاً و اینجا وظیفه تمام ما جوانای این مملکت و تمام هموطنای ما هست دلی. که بیاییم با پا بخیزیم و تمام اینا را کمک بکنیم، حمایت بکنیم. این تمام این مردمی که در آمده بودن، خانه ساخته بودن، اینا کلگیشان از دست امی مشکلات فقر و ناداری بود، ورنه معاذر نیستم در متو یک جا خانه داشته باشم. اما وقتی بگین از کرا بچستی دلی. خانه خود تست میایم ما اینجا خانه میگیرم کی حدس میزنه که حالا سیل برد میشه دلی. اما از تمام این موضوعات گذشته ما همیشه در تلاشی هستیم تا به همه قسم ساحه ها به زودترین فرصت خود ما را برسانیم یا هم بیاییم صحبت بکنیم و آسیب پذیرترین قشرها را بیاییم و حمایت بکنیم. شماره تماس ما همین اکنون بر روی صفحه هست. مستان میخواییم که بیاییم و حمایت هایتان به ما بفرستین تا بیاییم این فامیل ها را کور بکنیم، حمایت بکنیم و چه کمک های بنیادی به گفته شما و چه کمک های اضطراری را به اینا برسانیم. نظرتان چی هست؟ نظر ما در این بخش موافق با شما هستم و تشکر از این که شما سهم فعال خود داشتین، نقش فعال خود داشتین با همدردیتان. دیدین که امروز به لبه های بعضی ها لبخند آورده بله. در حالی که ما تم غم اونا را فرا گرفته بود بله. بازم هم وطنا را ازشان خواهش میکنم که در این پروسه سهم بگیرن و برای شما و برای ما اعتماد بکنن بیشتر از این و
مردم خدا حمایت بکنند، کمک بکنند. خدا مهربان است، تا که ببینیم بخیر چی میشه و انشالله خداوند رو تمام رفتگان را شاد و انشالله با فامیلش صبر جمیل و انشالله خداوند حفظ و نگهدار اینا باشه. همچنان تشکر میکنم از شما که وقتتان را گذاشتین با ما صحبت کردین، تشریح کردین این مناطق را. زنده و سلامت باشین و همچنان شما تشکر که ما رو تا این دم بیننده بودین. گزارشی داشتم از جا و از مکانی که دقیقاً منشأ سیل تمام مناطق هست. جهان سپاس از همه شما، تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار شما. خدا نگهدار. تشکر. سلامت باشید. بفرمایید.